وقتی که انتقال پنج بلد باشی، هر لباسی رو میتونی طراحی بکنی و برای خودت یه لباس جذاب خلق بکنی. آموزش امروز هم انتقال پنجه، هم یه شومیز جذابه. پس حتما تا آخر همراه باش تا این شومیز خوشگل و جذاب یاد بگیری. راستی تا یادت نرفته اون قلب پایین رو قرمز کن و نظرتو حتما برام کامنت کن و برای دوستاتم بفرست که اونا هم بتونن شومیز خوشگل رو برای خودشون بریزن. بریم برای آموزش جذابمون. برای این کار ما نیاز به الگوی جلو و الگوی پشت داریم. فعلا با الگوی پشت ما کاری نداریم، فقط برای قسمت یقه احتیاج داریم به این که با متر ایستاده اندازه یقه پشتمون رو بگیریم، اونم فقط برای رسم یقه هست. ما نگه میداریم، میایم روی الگوی جلو. توی الگوی جلو نگاه بکنید، ما تو قسمت جلو خط مرکزی یه دوتا پیلی دوقلو داریم که به دو طرف باز شده. خب ما باید این مقدار رو به قسمت خط مرکزی جلو اضافه کنیم. این کار نیاز داریم به این که بدونیم پهنایی که میخوایم برای پیلیمون باشه چقدر باشه. مثلا اگه پهنای شما 3 سانته، دو برابرش میگیرید میشه 6 سانت. اگر پهنای شما مثلا 4 سانته، باید 8 سانت در نظر بگیرید، چون تا میشه و برمیگرده. باید بینش هم 1 سانت زاپاس بذاریم که وقتی که برمیگردیم اون نیم تا 1 سانت زاپاس توی دوخت کمکمون میکنه. پس اولین کاری که میکنیم به اندازه دو برابر پهنای پیلی که قرار بهش بدیم به اضافه 1 سانت نیم علامت میزنیم. برای قسمت یقه من نمیام اینو اینجا ادامه بدم، میام یه کمی بالاتر، خط مرکزی من میارم بالاتر و این مقدار رو من اضافه میگیرم. تقریبا به اندازه 5-6 سانت بالاتر بیاین تا 7-8 سانت هم اومدید ایراد نداره. زمانی که میخواین دوخت بکنین اینجا زاپاس کم نیاد، این مقدار اضافه رو میگیرید. مرحله دوم کاری که باید بکنید اینه که شما باید این انتقال پنس رو انجام بدید. ما توی قسمت یقه دو تا پلی داریم. شما میتونید پلی یه طرفه رو، میتونید دو تا باشه، سه تا باشه، دلخواه هستش. ما اول از همه این که یه لقی تو قسمت یقه داریم و یه پنس سرشانه داریم. من میام این رو میبندم، لقیم رو هم میبندم و به یقه انتقال میدم. براتون این کار سخت هست و فکر میکنید پیچیده میشه و براتون مشکله، میتونید به پنس کنفور موقت اینا رو انتقال بدید و بعد میایید این قسمت رو انتخاب میکنید برای قسمت انتقالمون. برای اینکه ما میخوایم انتقال بدیم، اول باید بدونیم روی یقه کدوم قسمت ها باید پیلی بخوره. پس میایم چیکار میکنیم؟ میتونیم یقه رو به 3 قسمت تقسیم کنیم، اما این 3 قسمتی که ما در نظر میگیریم باید دقت بکنی فاصله اینجا تا اینجا بیشتر از پهنای پیلی نباشه. اگه پیلی شما 3 سانته، حتما این فاصله شما باید بیشتر از 3 سانت باشه، چون توی پیلی میره، پیلی قسمت جلو میره و باعث میشه که این پیلی که روی یقه هست زشت بشه. پس این مقدار باید بیشتر از 3 تا 4 سانت باشه. بعد از اینکه من اومدم پنس سرشانه و لقیم رو به کنفور انتقال دادم، حالا راحت تر میتونم بیام تقسیم بندی کنم. یکیش رو اینجا انتخاب میکنم، یکیش رو اینجا. این نقاط رو باید بیام به نوک ساسون وصلش کنم. نکته این رو بهتون بگم، شما اگر دوست ندارید این پیلی ها اینقدر به سمت خط مرکزی نزدیک بشن، میتونید نوک ساسون رو 2 سانتی متر به سمت پهلو ببرید که این پیلی که میخوره به سمت پهلو تمایل بیشتری داشته باشه. من این کارو نکردم، ولی شما برای اینکه بخواید این کارو انجام بدید میتونید نوک پنستون رو، در واقع خود پنس کمرتون رو، 2 سانتی متر به سمت پهلو ببرید. اینطوری به جای اینکه شما اینطوری پیلی بهش بدین برای وزمان قسمت یقه انتقال پنس، به این صورت میشه و بهتر روی یقه و بدن میشینه. حالا میام این دو تا نقطه رو برش میدم، پنس کنفورم رو میبندم و بین این دوتا عوض ما میدم، یعنی اینو من میارم وسط که اندازه این دو طرف یکی باشه، به این صورت. خب من اومدم این پنس رو بستم و به اینجا انتقال دادم، بین این دوتا مساوی شد. حالا من برای اینکه اینجا رو برش بزنم، باید بیام پیلی منو ببینم که چطور بسته میشه، همون کار رو روی الگو انجام بدم. یعنی من باید بیام اینجا رو تا بزنم، جهته که
جهتی که برای پیلی در نظر گرفتیم رو بهش بخوابونم. ببینید این پیلی به این صورت به سمت یقه بسته میشه، به سمت خط مرکزی. باید یقه ها کنارم قرار بگیره. حالا من میام اینجا رو برش میدم. ببینید وقتی بازش میکنم به چه صورت برش میشه؟ بخشی از سرشانه رو درگیر میکنه. سمت مقابلش، سمت دومو میرم همین کار انجام میدم. ببینید من اومدم به صورت پیلی که باید بسته بشه بستم و برش دادم، دقیقا مثل این کار. حالا صافش میکنم. این از انتقال پس به قسمت یقه که خیلی ساده بود. موقع دوخت حتما یادتون باشه وقتی که میخوایم برش بزنید رو پارچه، حتما این قسمت ها رو که ابتدا و انتهای پیلیامون هست رو چرت بزنید. برای قسمت پسمون رو ما نمیدوزیم و میذاریم جز آزادی. برای قسمت پهلو من اومدم گودی کمرم رو در نظر گرفتم، گودی پهلو رو، و گذاشتم توی لباسم بمونه. قسمت پایین لباس رو میتونید به صورت هلال کار بکنید، یعنی اینکه مثلا حدود 10 سانتی بالا 10 سانتی هم اینجا بیاین و به صورت هلال طراحی کنید و برش کنید تو قسمت پهلوی جلو و پشت از ما. برای قسمت آستین ما توی مچ یه قسمت مچی پهنی داریم که این پهنا میتونه اختیاری باشه بین 7 تا 5 تا 7 سان، که من حدود 7 سان در نظر گرفتم. دقت بکنید شما برای اینکه بخواید باعث کشیدگی این آستینتون نشه میتونید برای مچی 6 سان بگیرید برش بزنید، 1 سان تو به قسمت بالا بدین، بعدن که این رو جدا کردین 1 سان به قسمت بالا اضافه کنید. وقتی شما 1 سانتی متر از مچ به قسمت آستین میدین، این باعث میشه که باعث جلوگیری از کشیدگی مچ آستین میشه. برای قسمت بالا باید حتما بهش عوزمان بدید. شما میتونید از عوزمان شکسته استفاده کنید، یا اینکه بیایید از قسمت بالا عمود بیاین پایین و بهش گشادی دلخواهتون رو بدید. موقع دوخت هم باید بهش پیلی بدین قسمت آستین و بعد به مچ وصل بکنید. برای مچی میتونید به صورت اوریب باشه، یا اینجا رو هم بیاید به صورت مستطیل برش بزنید که من به صورت اوریب گذاشتم که جذابیت بیشتری داشته باشه. برای یقه بین اندازه یقه جلو و یقه پشت رو اندازه میزنید. یقه جلو حتما پیلی ها رو ببندید بعد اندازه بزنید. بعد از اینکه اندازه زدید میایید به اندازه همون اندازه که روی الگو گرفتید رو میایید خط صاف رسم میکنید به همون اندازه. از دو طرف عمود میایم بالا. قسمت پایین رو به 3 قسمت تقسیم میکنیم. از اینجا 2 سانتی متر میایم بالا، 2 تا 3 سانتی میایم بالا و به این صورت به این قسمت وصل میکنیم. یه هلال این شکلیه، خیلی ملایمه. تا جایی که به اینجا رسید صفر بشه. حالا از تمام این قسمت ها 3 سانتی 3 سانتی علامت میزنیم و این 3 سانتی ها رو به هم وصل میکنید. دقیقا همین شکلی که پایین بود شکل میگیره. این قسمت روی دولای بسته قرار میگیره و از این قسمت به یقه پشت یقه وصل میشه، به وسط پشت یقه. اینجا رو هم ما نیاز نداریم که بخوایم هلالش بکنیم، به همین صورتی که هست میتونید انجامش بدید، یا اینکه یک سانتی و نیم بیاید داخل و یه خط اوریب رسم بکنید. این کاملا دلخواهه. من این کارو نکردم و خط صاف اول رو در نظر گرفتم. این بستگی به این داره که میخواین جلوی یقتون چطوری وایسه. میتونید یک تا یک کنید داخل بدید، یا یعنی اینکه همین رو انجام بدید. این رو هم برش میزنیم برای یقه. این قسمت هم دور ریز میشه. خب دوستان اینم از آموزشمون. اگر میخوای دوختش هم یاد بگیری توی کامنت بنویس دوخت، فقط کلمه دوخت بنویس دوخت، که من تو پست بعدی براتون آموزش دوخت این شومیزو بذارم. تا آموزش بعد خدا نگهدار.